سلام به بروبچه یوتیوب، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز 13 فروردین 1400 13 تون هم به در باشه، البته شما این ویدیو رو چند روز دیگه می‌بینید. و اینکه همونطور که خبر دادین یا ندارین، دانشگاه حضوری شده، اکثرا دانشگاه من هم حضوری شده و چون دانشگاه من تو سبزواره باید برم سبزوار. من هم که می‌بینی تو اتوبوسم، این سفر از همین الان شروع شده. گفتم که شما رو هم با خودم همراه کنم و یه ولاگی تا دانشگاه با هم داشته باشیم. امیدوارم که خوشتون بیاد. سال نوتونم دوباره تبریک میگم و انشالله که سالی پر از موفقیت برای هممون باشه. پر انرژی بمونید تا آخر این ویدیو همراه من بمونید. بریم. خب آقا، من همین اول وسایلی که اینجا آوردم فقط این کیف آوردم، چون مدارکام و لپتاپم اینا داخلشه، خیلی مهم بود کنار خودم باشه. و همونطور که مشاهده می‌کنی حالا زیاد هم مهم نبود، چون اتوبوس خالی هستن، ببینید کاملا خالیه. اینجوری هست دیگه، حالا به هر حال پیش میاد. بازگشت همه به سوی اوست. خب دوستان، رسیدیم به خوابگاه و فعلا فقط سکونت پیدا کردیم توی اتاقای 4 نفره‌ای که به این صورته، ولی خب الان به خاطر کرونا ظرفیتش نصفه و 2 نفر است. من و محمد اگه یادتون باشه تو ولاگ مشهد بودش، با محمد هم اتاقی هستیم، کمد لباسام سویل و اینا، و وقت نشد واقعا امروز از بیرون براتون ویدیو بگیرم، ولی خب روز دوم و فردا حتما یه سری ویدیو میگیرم و بعد این ویدیو میذارم. اگه بخوام خودم هم نشون بدم، نمیدونم چجوری تو دوربین نشون بدم، ولی خب خب بچه ها سلام، مجدد سلام. آقا از اون روزی که درگیر خوابگاه و کلاس ها و اینا بودم، یعنی از دیروز تا امروز، و تازه فرصت کردم که ادامه ولاگ رو بگیرم. حالا ویدیوش هم تا چند روز دیگه احتمالا بذارم و شما دارین الان میبینین دیگه. خب میخوام یکم از دوروبر و اینا بهتون نشون بدم دانشگاه چجوری و دانشگاه حکیم سبزواری. بریم ما هم یه دوری یه چرخی بزنیم دیگه، بیکاری. خب از اونجایی که اول محل درس خوندن و اینا خیلی مهمه، کتابخونه دانشگاه این سمته، اونور یک سری ساختمان نیمه کاره هستش، اون ته همونطور که مشاهده میکنین سلفه و غذاخوریه، و این سازمان هم سازمان مرکزی دانشگاه است. حالا من توی خیابون پشتی هستم، یعنی 3-4 خیابون داره، یکیش برای ماشینه، یکیش برای عبور دانشجوهاست، دانشجوی پسر، دانشجوی دختر و همینطور هستش. اینم که لوگوی حکیم سبزواری و اینجا درد شده. همراه من بمونین، بریم این مسیر با هم قدم بزنیم، بریم چی خبره. آقا اینم یادم رفت بهتون بگم، اینجا سالن همایش‌های بین المللی و این چیزاست، هرچند حکیم هم که اونجا وصل کردن و تأسیس هم تازه شده، قبلا نبودش، یعنی قبلا بود ولی خب داخلش و اینا رو درست نکرده بودن، تازه درستش کردن.
دو سالم مجازی بودم خودمم. این ورا اینجا زیاد اینجوری نبود، تغییراتی کرده، باغونیشو بهتر کردن، گل و گیاه کاشتن و داستانا. نمیشه نمیدونم چجوری دارم فیلم میگیرم. اون بر برای سالن ورزشی و بدنسازی و استخر و ایناست و اینجا هم که مشاهده میکنین یه شهدای گمنام داره و یک نمیدونم حالا شهدای گمنام هستن یا نیستن، نمیدونم یادم نیست دیگه. اینجا هم که برای نماز و حالت مهدی است اینجوریه. اون برم بذاریم بهتون نشون بدم، از این خیابون که بری میخوره به سالونه ورزشیش، دانشکده تربیت بدنیش هم همون سمت. حالا ما این بر میریم بهتر، این بر میره به سمت خوابگاه پسرا، این خیابون هم تهش اونوری که بپیچی میره به سمت خوابگاه دخترا. نه مهدیه دانشگاه که گفتم، آقا بریم دختر مهدیه رو یه نگاهی بندازیم ببینیم چه خبره. اینجا شهدای گمنام داشت یادم، روز اول ماه رمضون هم هست و هوا خیلی گرم. اینجا فضای باز کوچیکی هم داره که میتونی بشینی و بله شهید گمنام همونجور که گفتم درست گفته بود. اون سالن ورزشی که گفتم اینجاست، سخ رو دیگه دانشکده تربیت مدنی. این چند تا خوابگاه هم که اینجا میبینین، این ساختمون ها خوابگاه دخترونه است، خوابگاه پسر ها پایین تر. در مسیر خوابگاه اون تو که میشونه میکنیم وسط جاده است و اون گوشه ها هم حالت سنگ فرش پیاده رو درست کردن که سنگ فرشاش اصلا جالب نیست و بیشتر باعث میشه زمین بخوری، پس ترجیح میدم که از همین آسفالت برم. بابت لرزش دوربینم عذرخواهی میکنم، دیگه با حداقل امکانات دارم این ولاگو میگیرم براتون. بادی هم میزنه احتمالا صداشو بشنوین. اینجا معمولا هواش همینجوریه، در این آفتابی بودن سرد میشه یه هوا کنم وسط کویره دیگه، چه انتظاری میشه داشتن اینجوریه، باید بسوزی و بسوزی. یه خب دلم تنگ شده بود، بالاخره دانشگاه حضوری هم کیفیت علمیش بهتره، هم این که عزت به خود داره. واسه ما که ترم هشتیم همه اینجا قریبا دیگه دوستامون خیلی کم شدن و بیشتر با هم همکلاسی های ما بسیار دوستاییه که قبلا میشناختیم، همه رفتن و فارغ التحصیل شدن، بیشتر ورده جدیدن و بعد دانشگاه هم الان خلوت خودتون میونی هیچی نیست، یعنی فقط رشته های مهندسی هستن که اونا هم باز با یه سری پورتفول های خاصی گفتن بیان، سبزوار هم گفتن داره قرمز میشه، یعنی اگه این شرط ادامه پیدا کنه احتمال داره دوباره دانشگاه ببنده اصلا فعلا که هستش. اینجا هم ماشین ها رو که مشاهده میکنید منزل اساتید، یه سری از اساتید داخل خود دانشگاه خونه دارن، یه سری هم که حالا بیرون دارن. اینجا اگه اساتید خونه خواهم بهشون خونه بودن. جلوترش هم میشه زمین چمن و بازم همین زمین والیبالش و بسکتبالش و اینا، چمن و والیبال و بسکتبال و خاطر همینه دیگه، کنار خوابگاه‌های پسرمون است چون بیشتر برای پسرها مورد استفاده قرار میگیره.
برگردم و اینجا محیط خوابگاهه، بچه ها دانشجوها هم خیلی تازه دارم میام. من دیروز مستقر شدم، حالا امروز فضا فرصتش پیش اومد که ویدیو بگیرم. اینجا 10-12 تا بلوک داره که هر بلوکش هم 4 واحده و هر واحدش 3 اتاقه که الان اتاقای 4 نفرش 2 نفرن، اتاقای 3 نفرش اتاقای 6 نفرش 3 نفرن نیست شون زن بیده. سلام بچه ها، روز سوم دانشگاه حکیمه. رفته بودم کارای پروژه رو انجام بدم و الان دارم برمیگردم به سمت خوابگاه. گفتم مسیر این ورم بهتون نشونم. اونطور که مشاهده میکنین دوروبر من پر از درخت و تشکیلات، این ور یک ساختمون دانشکده جدیدی دارم میزن که هنوز نیمه کاره، تکمیل نشده، سازمان مرکزی و ویوش. زیاد نمیتونم دوربین رو ثابت نگه دارم.